سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، از مجموعه ایران سرویس شاپ در خدمت شما هستیم با یه ویدیو آموزشی دیگه. امروز یه مدل از اسپرسو ساسای دلونگی رو بخوام باز بکنم، بخش داخلیش رو بهتون نشون بدم. صرفا جهت آشنایی این ویدیو مبنای تعمیر خواهشن نباشه، فقط میخوام با مکانیزم و قطعات داخلی این دستگاه آشنا بشین و توی خرید یا نگهداری قطعا بهتون کمک خواهد کرد. بیشتر مدل های دلونگی تقریبا استراکچرش به این شکل هستش، مدار و لوله کشی و بویلر و بخش های داخلیش تقریبا به همین صورته، فقط ممکنه دیسپلی و برنامه هاش یه مقدار متفاوت باشه یا فیس ظاهریش، حجمش یا همچین مواردی متفاوت باشه، اما مکانیزم داخلیشون معمولا تقریبا شبیه به هم هستن. سمت چپ دستگاه رو وقتی باز بکنیم، همونطور که میبینید به این صورت، من مثل فیلم های قبلی به این شکل بهتون توضیح میدم. مخزن آب سمت راست دستگاه، اینجا که باشه میشه سمت چپ، اینجا دقیقا مخزن قرار گرفته، از اینجا آب وارد سیستم میشه. فالومتر دستگاه هست، فالومتر کارش اینه که مقدار آبی که داره وارد دستگاه میشه رو محاسبه میکنه و به بورد مرکزی اعلام میکنه چقدر آب عبور کرده، بعد بهش میگن فالومتر. از فالومتر عبور میکنه میاد توی پمپش، پمپشون معمولا 48 وات EP5 هست، مدلشون اولکای اورجینال معمولا روش میذارن، قدرتش 15 بار. پمپ آبو میک میزنه، میاد میرسه به قسمت کلگی پمپ، این دوتا کارو انجام میده. اولا که اجازه نمیده آب برگرده توی پمپ، اگر دمای بویلر بالا رفت به هر دلیلی بخار رو اجازه نمیده برگرده توی پمپ، و دومی که به هر دلیلی اگه فشار دستگاه مسیر مسدود باشه این فشار رو تنظیم میکنه که به پمپ فشار نیاد. آب بلافاصله از طریق لوله های سیلیکونی وارد بویلر اول میشه، این بویلر اول مخصوص قهوه و اسپرسو هست، بویلر دوم دوتا بویلر داره، بویلر دوم مخصوص عرضم به خدمتتون که فوم شیر و بخار هستش، دو بویلر هستش. همونطور که میبینید روی بویلرها هم همیشه دوتا ترموستات به اضافه ترموفیوز تعبیه شده که اینا کارش اینه که اگه دما به هر دلیلی بیش از اندازه بالا رفت تغذیه بویلر رو قطع بکنه تا یا خطر نشتی بخار یا حتی سوختن بویلر به وجود نیاد. اما دما از طریق سنسور مدیریت میشه، سنسورش هم اینجاست، یه سنسور NTC داره که با روکش نسوز میره روی بورد و دماش مدیریت میشه. این همین ترموستات و سنسور روی این بویلر هم هستش. آب وارد این بویلر میشه و برخلاف بوش و زیمنس مدل های دیگه، توی دلونگی تقسیم آب با شیربرقی انجام میشه. یه شیربرقی همونطور که می‌بینید اینجا هستش، یه شیربرقی اینجا داره، یه شیربرقی هم اون پشت هستش که با این سه تا شیربرقی خروجی‌های آب رو مدیریت می‌کنه، اینکه آب بره سمت آب جوش، بره توی اسپرسو تبدیل به بخار بشه یا بره تو سینی چکه‌گیر، از طریق این شیربرقی مدیریت میشه. چکه‌گیرش هم مسیر آبش به از این سمت هستش، از اینجا میاد داخل این بخش. موتور بزرگی که اینجا می‌بینید آسانسور دستگاه هست، یه بخشی اونور داره که بهتون نشون میدم، دمکن دستگاه هستش. از طریق این گیربوکس دمکن بالا و پایین میشه و اون اصاره گیری داخل دمکن انجام میشه که این گیربوکس وظیفهش ایجاد فشار و پرس مکانیکی هستش تا بتونه قهوه رو خوب پرس بکنه و اصاره قهوه رو در بیاره. شیربرقیاش هم، این شیربرقی مربوط به آب جوشه، این شیربرقی مال آب اضافه است. آب اضافه زمانی که شما ازش اصاره گیری بکنین، فوم شیر بگیرین، یه مقدار بعد از استوب کردن فشار مازاد توی بویلر میمونه، از طریق این شیربرقی اون فشار مازاد رو برمیگردونه توی سینی تا دستگاه زیر فشار نمونه. آسیابش هم همونطور که میبینین توی این قسمت هست، آسیابشو این تیکه تنظیمشه، همونطور که میبینین سیستمش سرامیکی تخت
یه موتور ساده دی سی هم داره که اوسای میکنم، ای سی هم داره که کار آسیاب رو براتون انجام میده. میرسیم به سمت این بخش، هم این بالا داره، سعی کنید به هیچ عنوان به این بخش دست نزنید، چون اگه تنظیمات این بخش به هم بخوره دیگه نمیتونید از دستگاه اوساریگیری خوبی انجام بدید. سمت راست دستگاه هم همونطور که میبینیم برد و مدارهای داخلی اصلی دستگاه هست. تعداد زیادی سنسور و میکرو سویچ توی دستگاه وجود داره که از طریق سیم کشی میاد توی برد اصلی و دستورات لازم از طریق این برد داده میشه. برد نمایشگر هم ممکنه متفاوت باشه، لمسی باشه، دکمه ای باشه، بلوتوس یا همه اینا هم از طریق این کابل فلت متفاوت هست با توجه به مدلش. اگه مخزن رو بیرون بیاری، یه بخش اینجا داره که همونطور که گفتم دمکن دستگاه هست. دمکن شما فقط زمانی که دستگاه به صورت دیجیتالی خاموش شده باشه میتونید بیارید توی این به این صورت. باید از طریق دکمه مخصوص از پشت نباید خاموش بکنید که بره تو موقعیت خودش و بتونید خارجش بکنید. زمانی که خاموش شد حالا میتونم این دمکن تو موقعیت مناسب هست، با فشار دادن این دوتا دکمه میتونم دمکن رو بیارم بیرون. همونطور که میبینید این دمکن دستگاه هست. دمکن با ایجاد فشار توی این بخش و یه بخش هم اون بالا داره که از طریق اون پرسی که ایجاد میکنه اصاره قهوه گرفته میشه و توی خروجی به ما تحویل میده. این قطعه شما باید هر از گاهی هر دو هفته یه بار بیارین بیرون، به همین شکلی که من انجام دادم، با آب سرد بشورین. سعی کنید این مکانیزماشو تغییر ندین، فقط سطح روش رو با آب سرد بشورین، داخل ظرفشویی نذارین، با آب جوش نشورین، گریساشو نشورین، فقط اثرات قهوه‌ای که روش جمع شده رو بشورین و دوباره به همون صورتی که در آورده بودین سر جای خودش قرار بدین. آسانسوری هم که اون سمت بهتون نشون دادم این بخش هستش که عمل بالا پایین رو انجام میده و مکانیزم اصلی توسط همین گیر بوکس انجام میشه. به این صورت فشار میدیم و سر جای خودش قرار میگیره. مخزنش هم دو تا سنسور داره، یه سنسور نصب مخزن هست، یه سنسور لول آب هستش که هر کدوم از اونا اطلاعات مربوط به مخزن رو به برد گزارش میده. این مدل ها قابلیت نصب فیلتر هم داره، میتونیم فیلترش رو سفارش بدیم، داریم خودمون موجود داریم. فیلترهای مخصوصی داره که میتونیم تو این بخش نصب بکنیم تا آب یک نواختی بهتون بده.